زوزه های بی پایان فاشیزم ولایت فقیه، از افشای جهانی برنامه تسلیحات اتمی رژیم توسط سازمان مجاهدین خلق ایران. همزمان با سفر فضاحتبار کاترین اشتون به حاکمیت ارتجاع خوناشام حاکم بر ایران، ارگان دبیر مصلحت نظام روز 16 اسفند 92 در مطلبی تحت عنوان ماجرای بی احترامی اشتون به نماینده نظام، به زوزه کشیدن از افشای جهانی برنامه تسلیحات اتمی رژیم توسط مجاهدین پرداخت. ارگان پاسدار محسن رضایی، دبیر مصلحت نظام که قبلاً سرکرده کل سپاه پاسداران بوده است، درباره گیر افتادن آخوندها و پاسداران نظام جهر و جنایت در تله اتمی بر اثر افشاگری‌های مجاهدین نوشت: در سال 2002 میلادی سازمان مجاهدین خلق در حال ساخت بودن دو مرکز هسته‌ای جدید در ایران را که طبق قرارداد پادمان نظام وظیفه‌ای برای افشای آنها نداشت فاش کرد و پس از آن پرونده نظام در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت و به بروز تنش در روابط نظام و غرب منجر شد، تا جایی که چندین قطعنامه علیه نظام در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل ذیل بند 41 تصویب شد. البته نظام بارها رفتن پرونده نظام به شورای امنیت و تصویب قطعنامه ها را ظالمانه و غیر قانونی خوانده است. قبل از افشاگری مجاهدین نسبت به بحث هسته‌ای، ما با آژانس در تعامل بودیم. ورود 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان به مذاکرات هسته‌ای از این جهت بود که بتوانند بدون ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کنند. ما هم برای اینکه پرونده در آژانس حل و فصل شود، انعطاف‌های زیادی نشان دادیم. بیش از 2.5 سال همه چیز را متوقف و آژانس برای اعتماد سازی همه چیز را مهر و موم کرد. گفتگوهای زیادی انجام شد، اما آنها در نهایت راضی نشدند که حتی 2 سانتریفیوژ در ایران بچرخد. گفتمان دولت خاتمی مبنی بر تنش زدایی و گفتگوی تمدن‌ها بود. طرف مقابل این شعارها را اشتباه درک کرد. فکر کرد که این شعارها ناشی از ضعف جمهوری اسلامی است. در مرحله‌ای که خانم اشتون تازه به جای آقای سولانا آمده بود، در یکی از جلسات پس از گزافه‌گویی‌ها گفت: این شماره تلفن من، اگر دوست داشتید تماس بگیرید. طرف‌های غربی فکر کردن می‌توانند با خارج شدن از مذاکرات ما را مجبور کنند از روندی که شروع کردیم دست برداریم. همین حالا هم در اظهار نظر غربی ها دیده می شود که آنها به صراحت می گویند که اولویت اول آنها این است که برنامه هسته‌ای نظام را متوقف کنیم.